فدایی شهید احمد خرم‌آبادی بعد از اینکه فهمید مادرش برای شاه نامه نوشته و درخواست بخشش اونو کرده، تو نامه‌ای خطاب به مادرش از اون گلایه میکنه که چرا چنین کاری کرده. تو قسمت اول ابتدای نامه و مقدمه رو شنیدیم. تو این قسمت ادامه نامه رو پی میگیریم که شرح گفتگوی احمد با مأمور ساواک. به نبودی که ببینی مادر که چسان مردکتش خیم چو سگها میکرد، آنقدر لابه و دربندگی و عجز نمود، آنقدر لب به سخن بست و زنو باز گشود، جان من را به لبانم برساند. آخر الامر چنین گفت: بسی خوشبختم و بر خوشبختی خود میبالم که شما راز عنایات ملوکانه دهم آگاهی. نامه مادرتان از شرف عرض گذشت، آریامهر عنایت کردند و شما را به ساواک آوردند. بعد از این پست مهمی به شما بسپارند، شاید از حال به مافوق منت بگمارند. لطفاً این نامه به توشی مزین سازید و خود آماده نمایید که در انجمن آتی ارباب جراید به تعریف و به توصیف رموزی که از آن گشت پدیدار، زماهیت این ملت بیدار سخن رانده و هر بار به این جمله تکیه نمایید. و جان سخن اینجاست که در سایه این رهبر هوشیار و تواناست که در سطح کشاورزی و در صنعت و بهداشت و فرهنگ و هر چیز که در زندگی خوب توان داشت، چنان گام عجولانی این ملت نوخاسته برداشت که تا آنچه عیان است ایران به شمار دول راقیه پیوست و این ملت آزاد به سرمنزل مقصود رسیده است و نیز از عمل و کردی خود در اثر گول و فریب دول مرتجعی که از تب پیروزی این نهضت ملی به هراسند اظهار ندامت و پشیمانی خود ساخته شرمندگی ابراز نمایی. و بدانید که از امروز در دولت و اقبال و سعادت همه جا بر رخ سرکار گشوده است. مگر نه که فقط ثروت و پول است که خوشبختی هر فرد بدان باشد و بوده است. برادر به من و حضرت عالی چه که اگر مردم این کشور پهناور زرخیز ستم دیده و بیچاره و بدبخت و فقیرند و محتاج به نانند. برادر تو که در رشته تحصیل مهندس شده ای و در این پست بزرگی که از امروز بگیری دیگر هیچ کم و کسر نداری، کنون این قلم این نامه به خوشبختی خود صحه گذار. مادر محبوب تجسم بکنان صحنه و آن فلسفه مردک دشخیم بیادار و یک لحظه تفکر به حیاتی که به فرزند تو شاهانه ببخشند و در ارج و ازایش همه شالوده انسانی از او باز ستانند و فرزند عزیز تو ددی باشد و از خون زن و بچه این مردم بیچارش کم سیر کند شادتری. یا نویسند و بگویند که احمد پسرت کان شرف بود، بندر ره آزادی این ملت در بند شجاعانه به پا خواست و با ایده انسانی و ایمان و شرف مرد. تا اینجا یه شعر شرح پیشنهاد ساواک و حرف احمد با مادرشه. در قسمت آخر پاسخ دندان شکن احمد به مزدور ساواک رو دنبال می‌کنیم.